بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمتتون. لطفاً خودتون رو معرفی کنید و بگید از کدوم شهر هستید. خواهش میکنم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون. من راحله یحیایی هستم، ساکن تهران. محمود زکریایی هستم، از استان مرکزی. انتصاری هستم، از شهر بیرجند اومدم. از استان اصفهان. از همدان میام. استان یزد. استان لرستان. از شهر تهران خدمتتون رسیدم. از کرج اومدم خدمتتون. استان فارس. از شهرستان زایدان. شهرستان کمیجان. استان مازندران، شهر نوشهر. از اصفهان اومدم. از شهر قم. از شیراز اومدم اینجا. از استان البرز. شهر خرم‌آباد. از نیشابور میام. از شهر بندرعباس. از شهر کرج. لطفاً بگید که حوزه کاریتون چیه و چند وقته با مجموعه آراد دارید کار میکنید؟ حوزه تخصصی من سنگ‌های ساختمانی هستش و تقریبا 2 ماه هستش که با آراد دارم کار میکنم. حوزه کاری من صندل هستش و حوزه 1 سال هستش که با مجموعه آراد کار میکنم. محصولات نانو نگه دارنده و کیسای نانو رو دارم کار میکنم و اخیراً هم صادرات تره بار دارم انجام میدم. روزی که وارد آراد شدم 5 تا محصول انتخاب کردم و با توجه به مشاوری که اساتید بهم دادن این محصول انتخاب شد و من روی این محصول کار کردم و تا الانم راضی هستم و موفق بودم. از سال 95 وارد آراد برندینگ شدم. محصول من بیشتر فراورده های سی و پیاز است و من چون اوایل کار محصول پیاز رو انتخاب کردم، به واسطه پیاز وارد محصولات جانبی پیاز و از اونجا به بعدم وارد محصولات سیر شدم. فعال در حوزه آجر نسوز و نزدیک به 1 سال هست که با آراد آشنا شدم. حوزه که الان در حال حاضر دارم کار میکنم تجهیزات پزشکی است، ولی خب قبل از این حوزه های دیگه هم فعالیت داشتم. من در حوزه وازلین و پارافین کار میکنم. از سال 97، اواخر سال 97 با آراد آشنا شدم و سال 98 شروع کردم. 8/8/97 با آراد آشنا شدم. از برج 10/10 استارت زدم. الحمدلله از برج 3 هم فروشم شروع شده. الان هم 1-2 ماه هم هست که بازار صادراتیمون شروع شده. چیرجات خوراکی. من حدود 6 ماهی که استارت زدم با این مجموعه و خیلی راضی هستم. خودم هم که عضو آراد شدم، منتها شروع نکردم، تازه اول کاریمو تو مرحله گرافیک و سایت نوشتن اینو هست. حوزه کاری بنده حوزه کاشی سرامیک و حدود 1 ساله که در این حوزه فعالیت داریم. سال 96 با آراد برنگین دارن همکاری میکنم و حوزه فعالیتیم شلنگای صنعتی هستش. من حوزه کاریم یه قلم از اقلام زیاد آرایشی هست، رنگ مو کار میکنم و کلان محصولات مو و حدودا سال 96 شروع کردم. مو تولید کننده مواد شوینده است. آبا ماه 93 آشنا شدم با آراد، ولی کارم از اول سال 94 شروع کردم. در حوزه کود و ماشینالات و خط تولید کود فعال هستم. من حوزم حوزه کالای خواب هستش. توی حوزه سلولوزی کار میکنم. حوزه کشک و قره قرود کار میکنم و خیلی خوشحالم که از سال 1396 اسفند 96 با آراد آشنا شدم. من آشناییم با شرکت آراد از سال 90 آغاز شده و تا به امروز هم ادامه داشته. من حدود 4 سال، یعنی از سال 17 سالگی شروع کردم و الان حدود 21 سالم دارم در آراد فعالیت میکنم. شما بفرمایید که در واقع چی شد که در واقع با آراد آشنا شدید، به مجموعه ما پیوستید و تجارت رو با مجموعه ما استارت زدید و قبل از اینکه وارد آراد بشید مشغول به چه کاری بودید؟ من قبل از اینکه وارد آراد بشم کارمند بودم در شهر تهران و کلاً چون سیستمم زیاد با کارمندی نمیخوند، هر جا میرفتم سر میومدم بیرون. دنبال یه کاری بودم که خودم رئیس خودم باشم. یه در اینترنت که گشتم از یکی از سایت‌های آراد با سایت و آراد برندینگ آشنا شدم و 1 ماه بعدش همایش بود در ساری که من از اونجا رفتم و دیگه بعدش دیگه موندگار شدیم دیگه. نحوه آشناییمونم که بیشتر از طریق دوستان بود که وارد آراد شده بودن و موفقیت‌هاشون رو من دیدم و به مراتب این باعث شد که من بیشتر به سمت آراد بیام و تشویق بشم و این حوزه رو انتخاب کنم و شروع به همکاری با آراد. قبل از اینکه من وارد آراد بشم صادرات هم داشتم، یعنی سالها بود من صادرات کار میکردم، اما نه به صورت پیوسته و نه به صورت متمرکز، به صورت جسته و گریخته بود. ولی خب آراد تقریبا میشه گفتش که به مجموعه کارهای من نظم داد.
همونجور گفت بزرگترین قطب تولید صنعت کاش سرامیک ایران هست، استانی است. به دنبال این موضوع بودم که با استفاده از اون تامین کننده هایی که من توی استانی است دارم بتونم یه مشتری صادراتی توی مورد پیدا کنم، ولی به دلیلی که هیچ حالا مرجعی، هیچ شرکتی، هیچ جایی نبود که بتونم مراجعه کنم و ازشون کمک بگیرم توی مورد، به خاطر همین یه سرچ زدم توی گوگل و توی اون سرچ هم آشنا شدم با مجموعه آراد برنگی که داره توی حوزه صادرات آموزش هایی را ارائه میکنه و یه فعالیت هایی را انجام میده. با یکی از دوستان حالا من تو سایتی که وارد سایت آراد برنگی وارد شدم، فرم مربوطه را حالا آشنا بود تکمیل کردم، بلافاصله بعد از بوده 4 سال یک روز با من تماس گرفتن و از من دعوت کردن که در یکی از همایش های صادراتی آراد برنگی توی تهران شرکت کنم و من هم تون همایش شرکت کردم و از اونجا آشنای من با آراد بیشتر شد و با حالا شناختی که توی صحبتام از اساتید داشتم توی اون همایش و اون مطالعه که روی سایت داشتم و کانالی که معرفی کردم، دیدم که مجموعه ای است که خیلی پویا هست، فعال هست در زمینه صادرات، اساتید دارن آموزش هایی رو به صورت رایگان توی این مورد حالا به اون کسایی که دوست دارن تو زمینه صادرات وارد بشن دارن ارائه میکنن و به همین دلیل من اومدم از اون آموزش ها استفاده کردم و به کمک مشاورین وارد حوزه صادرات شدم. با آگهی های تبلیغاتی آراد آشنا شدم و ثبت نام کردم. وقتی با آراد آشنا شدم کم کم فعالیت هم رو شروع کردم با آموزش هایی که داشتن، با آموزش ها مسیر رو پیش رفتم و خداشکر تا الان هستم. فروش مواد غذایی داشتیم، کار میکردم برای خودمون و کارمندی رو دوست ندارم، زیر دستی کار کردن رو دوست ندارم. با یه دوست صحبت کردیم که از این کار موفق شده بود، به نتایج عالی رسیده بود، ما هم دیدیم اگه اون بتونه ما هم میتونیم، پس تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدیم. من حدوداً یک سال پیش بود که خودم دنبال یک محصول صادراتی میگشتم برای یکی از دوستانمون توی کشور عراق. توی چند تا زمینه که سرچ میکردم میدیدم که یه سایت میاد بالا، یعنی یک اسم میاد بالا و بالاش هم بنر آراد برندینگ بودش. دیگه توجهمو جلب کرد، رفتم توی سایت آراد برندینگ، توی شبکهشون توی تلگرام رفتم و با یکی از مشاورا ارتباط گرفتم. یواش یواش این رابطه شکل گرفت و ما تونستیم کارهای بهتری انجام بدیم در کنار بچه های آراد. دست بر قضا آراد سر راه زندگی من قرار گرفته. من حدود یک ماه و نیمه که با آراد در تماس هستم. الحمدلله با افراد خیلی خوبی آشنا شدم. یه پنجره های نوعی توی دنیای زندگی من باز شده و چشمم به دنیا یه مدل دیگه دارم نگاه میکنم به دنیا. خب من دنبال کارهای زیادی گشتم، تقریبا 2 سال کارمند بودم، شرکت ثبت کردم و خودم خواستم یه کاری جدیدی رو شروع کنم، اما همه کارهایی که خواستم به نوعی شروع کنم و تجربه انجامش داشتم مثل تجارت نبودن. تجارت یه دید وسیع به آدم میده، یه کلن نامحدود هستش و سطح بندی برای من نداره. خب کارمندی محدود می شدی به یک محیط کاری کوچیک و اینکه تا آخر عمر اون سطح ها ادامه بدیم و کارهای دیگه به هر حال با شغلای آزادی که داشتم، دردسرایی که داشتن و با تجربه اینکه خب یه سری محدودیت ها برای من پیش می اومد اون کارا رو هم تقریبا ول کردم. ولی تجارت اینطوری نیست، هر روز یه دنیای جدیدی هستش و مخصوصا اینکه تو بحث صادرات با ورود به بخشای صادراتی با کشورها با مشتریای ارتباط میگیریم که این همینطور خود منو بزرگ میکنه و هم به هر حال ایده ها و برنامه هایی که برای آینده دارم باعث میشه که ایده ها من بزرگ باشه. الان که کم و بیش همه مخصوصا جوانای ما دیگه کم و بیش همه شغلا رو تجربه کردن، کارمندی، کارگری، تدریس، معلمی، نمیخوام بگم اینها بدن ولی اینها واقعا وقت ما رو هدر میده، واقعا
نمیفهمی کجای زندگی هستی. وقتی خرید و فروش میکنی با خیلی از مردم در ارتباطی، خیلی بهتر میتونی پیشرفت کنی از همه لحاظ، ارتباطات اجتماعی، و مجبوری که خودتو درست کنی، مجبوری که پیشرفت خیلی بهتری اول از همه خودت داشته باشی، بعد در خدمت مردم باشی. خب فرق تجارت خیلی زیاده، اول از همه برای خودت هستی، مستقل هستی، مخصوصا برای خانم‌هایی که الان حتی اگر خانه‌دار هم باشن بازم میتونن این کارو انتخاب بکنن. در طریق یکی از دوستان با آراد برندینگ آشنا شدم و توی سایت و کانال سخنرانی ها رو گوش دادم و این موجب شد که با مجموعه آشنا بشم و اومدم اینجا دیگه. حالا با مشاورین صحبت کردم و این موجب شد که بخوام اینجا همکاری کنم و در زمینه رنگ صنعتی استار زدم کارمو و همچنان دارم کارمو انجام میدم. راستش از اونجایی که من اعتقاد دارم هر چیزی از یه فکر شروع میشه، من تو ذهن خودم همیشه دنبال این بودم که یه استارت کاری خودم بزنم. من قبل از این کارمند بودم، بعد از اون مغازه زدم، یعنی یه تحولات کاری رو داشتم. ذهنن خیلی دنبال این بودم که بتونم یه کاری رو بر خودم شروع کنم، تا اینکه با سایت آراد آشنا شدم، یعنی پیگیر بودم و یه مقدار تحقیق کردم. و اینا یکی از دوستانم هم توی یکی از حوزه‌ای که همکاری داشتیم با هم باشون مشورت کردم، گفتن دور دور میشناسن آرادو. بعد ایشون اطلاعات بیشتری در اختیار من گذاشتن، گفتن اگر میتونید با یکی از مشاوره صحبت کنید، یه جلسه حضوری برید و بیشتر باش آشنا بشید. خیلی اتفاقی تو سرچ‌های اینترنت آرادو یه فرم استخدام توی اینترنت داشت پیدا کردم، فرمشو پر کردم و بعدش هم که با من تماس گرفتن و استارت کارو زدیم. نظرتون رو میشه راجع به مجموعه آراد برندینگ بگید و حالا اگه صحبتی هست، نکته ای هست که میدونید بگید. خواهش میکنم. من میگم بازم خیلی ممنونم از مشاوره های خیلی خوبی که انجام شد، چون اصلا میگم من به خودم این جسارت رو نمیدادم که وارد یه همچه حوزه‌ای بشم، اما خب جرأتی که به من دادن خود همین آرادی ها بودن و من براشون آرزوی موفقیت میکنم. اگر دوستان خواستن با آراد همکاری کنن، توصیه من اینه که فایل رو گوش کنن، وقتی اطلاعاتشون کامل تر بشه با دید باز راحت تر میتونن انتخاب کنن. یه بخشی توی سایت آراد برندی رو اندازی شده پرسش و پاسخ که خیلی خوب هست، این قبلا نبود. به نظر من اون دوستان که سوال دارن حتما به این بخش سایت مراجعه کنن، خیلی از سوالاتشون جوابشون میگیرن. تو هر ساعتی از شبانه روزم که این سوال براشون پیش بیاد میتونن بپرسن سوالات جدید، و این توصیه منه که واقعا خیلی جواب میده به اون دوستانی که خارج از آرادم. توصیه من به کسایی که میخوان وارد مجموعه بشن اینه که تعلل نکنن، سریع وارد شن و اینکه صبور باشن. و واقعا تجربه اینا ثابت کرده کسایی که توی زمان رشد میکنن پایدارترن، هرچه صبورتر باشن تو کارشون پایدارترن. چه از لحاظ درآمدی، چه از لحاظ فکری و شخصیتی، که من از لحاظ فکری و شخصیتی خیلی بیشتر تاکید میکنم، چون اگه وارد این کار بشن و اون آب بارک رو بکنن یک انسان دیگه ای میشن. خود تجارت پویا هستش، یعنی روز به روز در حال تغییر و تحول هست و نیاز هست که دانشمون هم به روز بکنیم. امیدوارم که خداوند طول عمر و سلامتی و سربلندی و عزت به آراد برندینگ بده، به خصوص رئیس و اساتید محترم و مشاورینی که در کنار ما هستن و زحمت میکشن. بلافاصله بیان وارد بشن، صحبت کنن، مشاوره بگیرن و تمام مراحل کار رو مطمئن باشن که به بهترین نحو ممکن دوستان همراهی میکنن و میتونن که اون برنامه‌ای که مد نظرشون هست و اون اهدافی که مد نظرشون هست میتونن توی مجموعه با کمک دوستان به اون اهداف برسن. کار موفقیت رو بهت نشون میده، راه و روش موفقیت. دوست داشتنی، جذاب و با صداقت و پولدار. بهشون پیشنهاد میکنم حتما بیان ببینن، از کلاس‌ها استفاده کنن، چون هیچ هزینه‌ای نمیخوام بدن. یک سال قبل یا دو سال قبل یا شاید سه سال قبل آشنا میشدم و خیلی از مسیرهای بیهودهی که داشتم میرفتم و دیگه نمیرفتم و توی یک مسیر مستقیم و درستی که یه هدایت کننده خیلی خوب داره قدم میزدم. از جوونا میخوام که بیان توی آراد، خودشون تولید کار بکنن و دیگران رو زیر چتر خودشون بگیرن. نظرم این هستش که یه مجموعه خیلی خوبی هستش. حالا من به نظرم یه آدم خوششانس بودم که با یه همچین مجموعه آشنا شدم.
مخصوصا اساتید آراد، مهندس یارکلا یا مهندس نظام پرور، یه مجموعه خیلی خوب هستش، یک مجموعه حرفه‌ای به نظر من، که در واقع تو هر جایی که من در واقع استوب زدم واستادم کمکم کردن که پیشرفت کنم و در جا نزنم. نظر من خیلی کارشون خوبه، جایی که میتونن همه توش پیشرفت کنن. باعث خوشحالی هست واسه من که با همچین مجموعه‌ای که افراد موفق زیادی درش هستند دارم همکاری میکنم و فعالیتمو دارم ادامه میدم. ادامه دادن با آراد میتونه منو به اون خواسته هم برسونه. با مجموعه زیادی آشنا بودم ولی آراد به نظر من تنها مجموعه‌ای که از صفر تا رسیدن به اسکناس کسایی که عضوش هستن و همراهی میکنه. مشاوره ها و چیزهایی که نشون گفته شده کاملا ملموسه، چیزی نیست که من بگم سخته از پسش بر نمیام، نه، همه چیز علاوه بر این که تیم فنی در کنار و داره انجام میده، بنده هم خودم میتونم این کار بکنم، ولی خب فعلا به دلیل مشغله بچه آراد پیش میبرن. با توجه به تجربه 4-5 ماه خودم، توصیه من به افرادی که تازه میخوان وارد این کار بشن اینه که اگر واقعا به نظرتون این مجموعه مجموعه خوبیه، استارت بزنین، امروز و فردا نکنین. خدا روزرسان بی حساب است و از بی نهایت دستش به ما کمک میکنه. این مجموعه واقعا به نظر خودم مجموعه و مسیر موفقیت خیلی عالی در پیش داره. من میگم که هر کسی وارد میشه و آراد و با آراد آشنا میشه، توصیه‌ام این هست که بهترین جای ممکن اومده و حتما شروع به کار کنه، شک نکنه توی کار، بهترین شغلی که میتونسته انتخاب کنه و بهترین مسیری که میتونسته بره شغل تجارت هست با مسیر آراد. یه پیشنهاد میدم، پیشنهاد دوستانه که یه مدت شروع به کار بکنن، صبر داشته باشن، مطمئن باشن که جواب صبر و تلاششون خواهند گرفت. آراد تقریبا یه گنج محسوب میشه و هر کسی دنبال گنجی میره دیگه، حتی مسافت طولانی باشه.